روستای کورو یکی از محدود روستاهای بخش مرکزی شهرستان قائن می باشد که با جمعیتی بالغ بر 200 خانوار، روستایی با اقلیم منحصر به فرد که در دامنه کوهستان در جنوب غربی شهرستان واقع شده. فاصله روستای کورو از مرکز شهرستان یعنی شهرستان قائن 32 کیلومتر است و از مرکز استان یعنی بیژن 102 کیلومتر. این روستا همونطور که مشاهده میکنید در دامنه کوه واقع شده، تابستانهای بسیار معتدل داره و زمستانهای بسیار سرد. اقلیم روستا، اقلیم خانه‌هاش هم به صورت پلکانی است که تقریبا شبیه ماسوله. گردشگرایی که میان اینجا از این روستا به عنوان ماسوله استان خراسان جنوبی هم نام بردن. کشاورزی ما همه جو و گندم و بیشتر کشاورزی ما فقط آلوبخارا و زعفران. خودکفا هستیم. از صبح تا شب نم مثل این باری دو باری نرم میشه ما جا. ولی حالا نخیر. حالا الان اینا را اگر ببرن که سرجم کنن به یک ساعت دیگه تو خونه هستی دیگه. تراکتور نرم میکنه، تو کیسه میکنه، خودی تریلی داره، تو تریلی منه میاره در خونه. اقعاد دیگه راحت شده.
روستای کوره در مرکزیت 12 روستای منطقه واقع شده که روستاهای مجاور روستاهای مهم سفتوک هستن و باراز و کلات سید و کنارنگ و تگابند و تجرگ و زوگ و اندریک و مهنج و مواج و اینا همه روستایی هستن که تقریبا در این محدوده کوره واقع شدن. یکی از ویژگی‌های روستای کورو خوشبختانه وجود آب بسیار گوارا و خوبی هست که در این منطقه و در دامنه این کوهستان واقع شده و محصول این آب درختان زیاد میوه از انواع و اقسام میوه هست که در این روستا هستش و میوه هاش منحصر به فرد بافت روستا و این باغات روستا که واقع شده در بین خونه ها و اقلیم این روستا رو ساخته، همچنین باعث شده که گردشگران زیادی همه ساله و در ایام تعطیل و غیر تعطیل اوقات فراغتشون رو در این روستا سپری کنن و واقعا به یک روستایی با قطب گردشگری قوی تبدیل شده که مردم میان و از طبیعت زیبا در اینجا استفاده میکنن. از دست میکشم، نخود میکشم، از گندم میشو، همه میوه ها دیگه خیلی قشنگ بود، خیلی همه خوب بود. حالا خورده دیگه باز ولی طرف دیگه شده، باز دیگه فرمه. حالا مثل قدیما درآمد ندارد.
مساحت تقریبی باغات و مزارع روستای کورو چیزی حدود 120 هکتار هست که نصف اونو باغات تشکیل میده و نصف دیگه اونو محصولات غلات و به حساب محصولات به قول ما خیدی تشکیل میده. یعنی در حدود 60 هکتار تعلق میگیره به تولید غلات از قبیل گندم، جو، عدس و سایر غلاتی که در اینجا به وجود میاد و چون که آب بسیار خوبی داره غلاتش هم به نام شده. مهمتر غلاتی که توی این روستا تولید میشه گندمه که به صورت سنتی در همون مزارع کوچک و خیدهای به قول ما کوچک کاشت میشه و با دست برداشت میشه و طبق همون آیین‌های سنتی قبلنی که داشتن گندم میکارن و استفاده میکنن. راضی خدا را این از دست پنجه خود ما این روزی را خدا به ما بداده اینا را جمع بکنه. خدا نخواسته مال مردم را نمکنیم، خدا نخواسته به کسی ظلم نمکنیم، شکر خدا را میکنیم. ما الان از خدا چی گله دارم؟ یا ما 77 سال 77 سال الان عمرمون اینا کشاورزی میکنیم، هنوز از خدا گله داره؟ خداوند اقدر بزرگ و اقدر مهربانه که آقایی میکنه درباره ما. 77 سال عمرمون اینا، ولی خب هنوز میتونم کشاورزی خود ادامه دارم. پدر شهیدم هست، یک شهیدم دادیم، یک دانش آموزه، همین شهرخان درس میخوان، 14 سال عمرش، 14 سال عمر از بس شناسنامه خود دستکاری کرد و 2-3 دفعه این از مشهد برگردوندم با لباس، بازی را بردن شهرخان تحویل دادن، آخر دیگه شناسنامه خود دستکاری کرد رفت. دیگه شهید شد. جبهه شلمچه و خرمشهر شهید شد. امدادگرم بود. ولی یک سرفرازی آجابا. دل ما بکه بسوزه دیگه. باز امید دارم که دیگه به میهن کمک کرده. به کشور کمک کرده. در راه کشور شهید شد.
اگر ناجی آقا فرزنده ولی دل آدم خونسیده یک دانش آموز 14 سال عمر دامتی کشیدن دیگه شکر. با همه مال و گاو و الاغ اینا که شخ میزنم الان حال تراکتور آمده و بیشتر با تراکتور شخ میزنم و کشت رو برداشت میکنم. آلو بخارا همینا همین درخت آلو بخارا هست. همینا درخت آلو بخارا هست. آلو بخارا اینا دیگه برای یک ماه دیگه اینا دیگه مرسه. آلو بخارا دیم ببرم پوست میکنن روز سفت و گوتا خوش میکنن. با به طرزی که مثلا نگاه کنه بهداشتی خیلی بهداشتی خوب باشه خوش میکنم. بعد دیگه ارزمدن به شهرستان ها به تمام کشور هر جا که نیاز دارن. عمده موزلی که تو شهرها وجود داره وجود حاشیه نشینی هاست که به تبع اون موزلات دیگری هم برای شهرها به وجود میاد. این حاشیه نشینی از کجا شروع میشه؟ از جایی که روستایان محترم روستاها رو ترک میکنن و میرن تو شهرها در حاشیه شهرها سکنا میگزینن. کشاورزی که اینجا هست محصوره چون آبش کمه و مجبور به مهاجرت میشن. به عنوان مثال اگه آبهایی که در فصول پر آب سال مثل زمستان و بهار از توی همین روستا هدر میره جلوش گرفته بشه حداقل برای 50 نفر به طور مستقیم شغل کشاورزی ایجاد میشه. وقتی 50 نفر تو روستایی مثل کرب بمونه کلی از مشکلاتی که مثلا توی روستا وجود داره از هر لحاظی حل شده نیست. صد روستای کرو صدی با قدمت بسیار بالا که از قدیمی ها به جا مونده و در سال 62 دوباره بازسازی شده که آبگیر حوزه آبگیرش بیشتر شده ولی متاسفانه هنوز هم حوزه آبگیرش زیاد نیست که بتونه جوابگوی آب کشاورزی روستا باشه. بسیاری از زمین ها هست که هنوز بدون آب مونده و متاسفانه مردم نمیتونن کشاورزی کنن. تنها چیزی هم هست که این آب آبجوش خود صده، یعنی از جای آب نمیاد توی این سد، این آب میاد توی این سد و خلاصه از ته سد میجوشه و باز از کنار سد متوسطانه میره بیرون که اگر یه سد دیده پایین دست این سد ساخته بشه بسیار کار به جا شایسته ای. قناتش به نام قاضی میگن و مدارش هم 12. آبیاری هم انگار کنه دونگ 2 ساعته، تاقه 12 ساعته، نیمروز 6 ساعته. هر کس به قدر کفاف همون چه که داره آبیاری میکنه و نقدان آب کفاف به قدر کفاف نداره که آبیاری خوب بشه. اینطوری آجا
عمده ترین مشکلی که توی روستای کوروه وجود داره مهار آبهای سطحی است که در فصول پر آب سال هدر میره و ساختن سد میتونه کلی از مشکلات روستا رو حل کنه. اجرای طرح هادی که مصوب سال 1386 هست ولی متاسفانه بودجه ندادن، یعنی اجرایی نشده و این طرح باید اجرا بشه چون باعث میشه که بازم عده ای از جوانان این روستا رو ترک کنن برن. طرح هادی که اجرا میشه چهره روستا دگرگون میشه، عده زیادی تمایل دارن که بمونن و خودش باعث میشه که مهاجرت کمتر بشه. چون که روستا مرکزیت چندین روستا هست و مرکز بهداشتی درمانی هم داره، اورژانس 115 در اینجا یکی از ضروریات. بسیاری از موارد مشاهده شده که در موقعی که گردشگران میان اینجا تصادفاتی میشه که باید از اینجا مریض رو بردارن به باین برسونن که طول مسیر متاسفانه برای بعضی ها مشکلات به وجود اومده، حتی منجر به فوت شده. یکی دیگه از مشکلاتی که تو این روستا وجود داره به لحاظ اینکه کوهستانی هست و دمای هوا در زمستان خیلی از ماهای زمستان زیر صفر درجه است، مشکل گازه که متاسفانه هنوز اقدامی در این صورت انجام نگرفته و گاز اگه بیاد اینجا واقعا یکی از ضروری ترین مسائلیه که مردم بهش نیاز دارن و کلی از مشکلات مردم رو مرتفع میکنه. پدر ما اینا گفتن داداشه دیگه ما رفتم شهر و اینا گفتن شما باید اینجا باشید. حتی مدار کشاورزی هم داشتیم دیگه، همون کشاورزی میگیرم همه خیادی دیگه دوتا به چون بزرگا حاضر نشدن نرفتیم دیگه اینجا موندیم دیگه. دیگه حالا کار که هست دیگه مجبور کنیم تو شهر کرا و خونه و مغازه اینا بده دیگه اینجا واسه دادم دیگه. اگر اشتغال مثلا را بیفته مثلا هم آجا یک کارخونه شرکت مثلا کارخونه ایجا را بیفته، خب مثلا فرض کنه 20 تا جوون سر کار بشه حداقل 60 دیگه در برابر خب فرض کنه بتونن کار کنن، مثلا از مغازه ها از کارهای دیگه از چیزای دیگه خب پیشرفت میشه دیگه. 20 نفر که ثابت سر کار باشه و 60 نفر دیگه فرض کنه بتونه در بالو خب مثلا قول ما بکشه دیگه. موسیقی